بله، دیوید ساسولی یک قانونگذار ایتالیایی به عنوان رئیس پارلمان اروپا انتخاب شد. کمیسیون اروپا نیز اورزولا فوندرلاین وزیر دفاع آلمان را برای ریاست آن کمیسیون نامزد کرده است. در صورت پیروزی، خانم فوندرلاین اولین زنی خواهد بود که به ریاست کمیسیون اروپا انتخاب می شود. گزارشی از همکارم هوشمند میرفخری. روز چهارشنبه پارلمان اروپا در رأی گیری فشرده‌ای دیوید ساسولی یک سوسیالیست ایتالیایی را برای مدت 2.5 سال به ریاست آن مجلس انتخاب کرد. آقای ساسولی که 63 سال دارد از اهالی شهر فلورانس ایتالیا است و 10 سال سابقه عضویت در پارلمان اروپا را دارد. کمیسیون اروپا بازوی اجرایی اتحادیه اروپا نیز کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول و اورسولا وندرلاین وزیر دفاع آلمان را برای ریاست بانک مرکزی اتحادیه اروپا و ریاست کمیسیون اروپا نامزد کرده است. Ich freue mich, dass nach zahlreichen Stunden und mehreren Tagen und Nächten این لحظه تاریخی برای کمیسیون اروپا است. اورسولا وندرلاین و کریستین لاگارد دو زنی هستند که قابلیت‌های اجرایی خود را به خوبی به اثبات رساندند و انتخاب این دو می‌تواند به صورت نقطه عطفی در تاریخ کمیسیون اروپا درآید. اما رئیس شورای اروپا روز گذشته گفت هنوز نمایندگان کشورهای اروپایی در پارلمان در این خصوص رایزنی کافی نکردند. من پیغمبر نیستم و نمیتوانم پیشگویی کنم. من نباید در مورد شانس پیروزی این دو نفر ارزیابی کنم. این وظیفه نمایندگان پارلمان اروپا است که در مورد نامزدهای ریاست بر آن مجلس و رئیس آینده بانک مرکزی اتحادیه اروپا رایزنی کنند. کمیسیون اروپا که در حکم کابینه اجرایی اتحادیه اروپا عمل می‌کند، وظیفه تقدیم لوایح برای قوانین جدید و بررسی قراردادهای بین‌المللی را بر عهده دارد و اورسولا وندرلاین و کریستین لاگارد که به ترتیب برای ریاست کمیسیون اروپا و ریاست بانک مرکزی اتحادیه اروپا نامزد شدند، باید اکثریت مطلق آراء نمایندگان پارلمان اروپا را کسب کنند. هوشمند میرفخری، صدای آمریکا.